علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی چهارشنبه شب مطابق با 23 سومین روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با حکم نسبت خلاف شعر دادن به مؤمنین فرمودند آنچه که به مؤمنی نسبت خلاف شهر داده می شود اصل بر عدم آن است مگر آنکه از طریق معتبر به انسان برسد اما در این زمینه نسبت به افراد غیر مؤمن روایات صحیحی وجود دارد حتی اگر شخص کذابی از شخص کذابی مطلبی برسد معظم الله در رابطه با برخی از اتهام هایی که به بعضی از اطرافیان ائمه علیهم السلام نسبت داده می شود فرمودند یک مسئله کلی نسبت به اطرافیان ائمه اطهار علیهم از جمله فرزندان برادران مذهب ایشان وجود دارد که از آنجا که دشمنان نمی‌توانستند نسبت به خود به خود ائمه علیه السلام عیب و ایرادی پیدا نمایند و در این زمینه هم پذیرش عمومی در جامعه وجود نداشته است لذا سعی می‌کردند نسبت به اطرافیان ایشان به شکل گسترده عیب جویی و بدگویی نموده و آنها را برجسته نمایند ایشان در رابطه با میزان اعتبار این گونه اتهام‌ها فرمودند این گونه اقدام ها که توسط دشمنان صورت می گرفته خود قرینه است که این گونه بدگویی ها معتبر نباشد چرا که نه فقط نسبت به یک یا دو و یا چند نفر بلکه نسبت به تعداد بسیاری از اطرافیان ائمه اطهار علیهم السلام این گونه سخنان مطرح شده است آیت الله العظما شیرازی در ادامه فرمودند مرحوم آیت الله العظما سید محمد شیرازی برخی از مسائل را که به جعفر برادر امام حسن عسکری علیه السلام نسبت داده شده را از همین قبیل میدانستند چرا که اگر به یک آدم عادی چیزی نسبت داده شد حجت نیست چه برسد که افرادی که در اطراف ائمه اطهار علیهم السلام حضور داشتند با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم نسبت به جعفر برادر امام حسن عسکری علیه السلام این من حالا اون رو نمیگم اما غالبا اینجوریه و آدم نمیتونه حتی اگر روایت معتبر باشه سندش یعنی احتمال تقیه میره داره اگر گو اینکه غالبا اینا معتبر نیست